رادیو جادی شماره 174 لب ساحل فنس. یه جاهایی اواخر مرداد، نزدیک به اواخر، بین وسط و آخر مرداد 1400. خب خوش اومدیم به یه رادیو جادی دیگه. من تصمیم گرفتم هر هفته برنامه بدم در هر شرایطی که بودم، حتی شرایط خیلی خوب. لب دریا هستیم، همه چیز خوب و مرتب و فان، و گفتم رادیو رو بدم. علارغم اینجا خیلی گوشه های کمی هست که واقعا ساکت باشه، اینجا هم خیلی ساکت نیست، نویز رو احتمالاً دارین، ولی سعیمون رو میکنیم. سعی کردن بهتر از هیچ کاری نکردن. خبرها هم نسبتاً زیادن، سعی میکنم سریع باشیم و مؤثر. اولین خبرمون اینه که یه زیرو دی پیدا شده که بهش میگن 0000 دی. یه باگ 18 ساله توی براوزرها باعث شده که همه بتونن روی تقریبا تمام براوزرها احتمالاً ریموت کد اکزیکیوشن، دسترسی به سرویس های لوکال و اینجور چیزها بگیرن. مال اولیگو سکیوریتیه و خیلی افراد هم خیلی دقیق نفهمیدن، یعنی از جاهای مختلفی که میخونین برداشت های متنوعی کردن. منم اصل مطلب رو هنوز کامل و خیلی دقیق نخوندم، ولی ماجرا اینه که یه باگی هست که 18 سال پیش توی براوزرها گزارش شده و دائما روش کامنت اومد، آدم در موردش حرف زدن، ولی الان اولیگو نشون داده که میشه مستقیما اکسپلویتش کرد برای ران کردن سرویس هایی که تحت لوکال سیستم ها دارن ران میشن. و نکته خیلی عجیب ترش اینه که توی کرومیوم، فایرفاکس و سافاری همشون وجود داره. وقتی میگیم کرومیوم یعنی گوگل کروم و بقیه دوستاش، بریو و بقیه چیزها. اتفاقی هم که میفته اینه که IP 0000 یه خورده IP غیر مرسومیه، یعنی این که IPیه که دقیقاً باید باش چی کار کنی معلوم نیست. تو شبکه یه سری تعاریفی داره، میتونه لیسنینگ IP باشه توی دنیای ما، به معنی دنیای مثلا لینوکسیا بود، به معنی چیزی که سرویسی که میاد بالا و به هر چیزی که ریکوست بیاد به این سرور، به هر IP گوش میده، هر IP که به این کامپیوتر برسه. بعضیا توی ETC هاست استفادهش میکنن به عنوان سیستمی که هر چیزی رو میخوان بلاک کنن، میگن IP چه بفرست به 0000. و براوزرها هم به نظر میاد استفاده غیر استانداردی از اینها کردن. و نکته اینه که اگه شما برنامه‌ای دارین که تو براوزرتون ران میشه، مثلا با جاوا اسکریپت، و بعداً میایین این رو توی دنیای جاوا اسکریپتیتون یه کال HTTP میزنین به 0000، اتفاقی که میفته اینه که نمیدونین چی میشه و در اصل انگار دارین بس میشین به IP که اون کسی که داره براوزر رو ران میکنه رو کامپیوترش ست کرده. درنچه اگر چک کنین مثلا پورت 80 0000 میرسین به دیتایی که احتمالا من دارم لوکالی وب سرویس درست کردم و ران میکنم، یا SMTP یا هر چیز دیگه که دارین. این میتونه خیلی 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 خطرناک باشه، دسترسی بسیار بالایی میده روی همه براوزرها، به شرط اینکه بریم به یه سایت آلوده که آلودگیش اصلا عجیب نیست. تو مقاله اصلی یه نموداری هستش که چقدر افراد بیشتر و بیشتر از این استفاده کردن و میبینین که الان به نظر میاد حدود 200 میلیون وبسایت هستن که به وقتی جاوا اسکریپتشون رو لود میکنیم به 0000 ریکوست میزنن و حتی مپ میکنن ببینن چه سرویس هایی شما دارین ران میکنین. آپدیت همه براوزرها حلش کرده، ولی نکته جالبی بوده بازم در دنیای سکیوریتی ما که میگیم این همه سال چه اتفاقی در جریانه. میبینین که در این همه سال 18 سال این رو میدونستن و هنوز فیکس نشده بود تا یکی بیاد دقیقا اکسپلویت مستقیمش کنه و بعدا فیکسش کنه. در بحث سکیوریتی یه بخشی هم هست که نمیفهمیمشون. مثلا OpenAI اخیرا مدل جدیدش داده، GPT-4o، که او نشون میده که این ترین شده و میتونه کار کنه روی نه فقط متن، که تصویر، که صدا، و در واقع میتونه صدا تصویر رو هم بفهمه، هم جنریت کنه، هم تفسیر کنه، روی اینا ترین شده. OpenAI اخیرا گفته که اتفاقات بسیار عجیبی میبینه وقتی که شروع میکنه کار کردن و تست کردن GPT 4
او عجیب ترینش این بوده که وقتی دارین باهاش حرف میزنین، آدم‌ها حالا هنوز تو مرحله تست هستن، از برای یوزرهای نهایی این اتفاق نیفتاده، ولی آدم‌ها میبینن که وقتی دارن با جی پی تی 4 او حرف میزنن، یه ایونت رد تیم بوده. رد تیم وقتیه که هکرها جمع میشن، سعی میکنن به یه سیستمی حمله کنن از توی خود شرکت. مثلا ما میگیم یه تیم رد تیم داریم که کارش ارزیابی سکیوریتی شرکتمونه، سعی میکنه مشکلات امنیتی رو پیدا کنه و یه کلمه چیز دیگه رد تیمینگ میکنن، در اصل حمله میکنن به مشکلات از داخل که مطمئن باشن که اگه یه هکری از همینجا حمله میکرد چی میشد. سعی میکنن در نقش هکر بد ظاهر بشن، به میگن رد تیم، تیم قرمز، در مقابل تیمی که سعی میکنه دفاع کنه. یه ریپورت رد تیم توی داخل اوپن ای آی میگه که چت جی پی تی 4 او اتفاقی که براش افتاده اینه که آدم‌ها داشتن باهاش صوتی حرف می‌زدن و توی حالتی یهو چت جی پی تی با صدای خودتون شروع می‌کنه بهتون جواب دادن و این باعث پنیک خیلی جدی آدم‌ها شده. به خصوص سمپلی که منتشر کردن، طرف داره یه چیزی ازش می‌پرسه، چت جی پی تی با صدای خودش جواب میده، یهو شروع می‌کنه با صدای جادی میگه نه، میگه نو و شروع می‌کنه یه توضیح دادن در مورد یه چیزی و اینکه چرا صدای من رو تقلید می‌کنه خیلی اتفاق عجیب بوده. نکته جالبش همزمان اینه که دیباگ کردن چنین چیزهایی خیلی سخته، چون این مدل‌ها اینجوری نیستن که یه ایف و الز مشخصی باشه که اگه صدا اومد این کارو بکن، بعدش این کارو بکن، بعدش اون کارو بکن. اینا یه مدلی ان که ترن شدن بر اساس ورودی خروجی میدن، ایف و الز مستقیم من نیستن که من بگم چرا اینو داد، پس این خط اشتباهه، اینو فیکس کنید. دیباگ کردن اینکه چرا این رفتار به قول خارجی ها کریپی سخت رو نشون میده، خیلی 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 کار سختیه در دنیای یادگیری ماشین، چون در اصل شما الان با یه مدل طرفین که در مقابل ورودی‌ها یه سری خروجی تولید میکنه، شما نمیدونین دقیقاً چرا این خروجی رو تولید کرد. الان میگن دارن روش کار میکنن و نکته عجیبی هم هست. بحثایی هم که باز کرده توانمندیش در کپی کردن صداست. حالا توی یه چند شماره پیش گفته بودم یکی از دوستان یه لینکی فرستاده بود از شنوندای عزیز که دقیقاً میتونین یه تیکه از صدا رو توش آپلود کنین و بگین چه متنی رو می‌خواید با اون صدا اون متن رو براتون بخونه یا بگه. الان اصلاً چیز عجیبی نیستش. بحث دیگه که توی اوپن ای آی باز شده اینه که با چه دیتایی ترن کردن. ما تکست حالا نسبتاً آزاد خیلی زیاد تو اینترنت داریم، ولی صدای خیلی زیاد آزاد نداریم، موزیک خیلی زیاد آزاد نداریم. درنچه که چت جی پی تی میتونه موزیک درست کنه، یعنی اینکه موزیک ها رو همه رو شنیده و آیا این موزیک ها کپی رایت اینو دارن که من از روشون چیزی ترن کنم. همه اینها سوال های جالبی هن که فعلا بی جواب نیستن. معلومه که از رو دیتای کپی رایت دار ترن شده و از اون برم مثلا اوپن ای آی مستقیما میگه که ما تنظیم کردیم که خروجی هامون هیچ کدوم موزیک نباشن، یعنی کسی نمیتونه به چت جی پی تی بگه برام موزیک درست کن، چون حتما از متریال کپی رایت دار درست کرده و داستان میشه. ولی در نهایت قبول کردن که ما روی متریال کپی رایت دار ترین کردیم دیتا هامون رو و تقریبا میگن که غیر ممکنه بشه مدلی رو ترین کردین روزها بدون استفاده از متریال هایی که کپی رایت دارن. اینم جالب بود. بسیار بسیار گرمه و به شکل دائمی بنوشین تا زنده بمونید، چون تقریبا جاهایی که سرپوشیده است اینا همشون صدا هست، آدم هست، موزیک هست و همه چیز دیگه. الان تو بک‌گراند حتما میشنوین یه چیزایی، ولی اوکی. خبر بعدی اون از science.org و نکته جالبش اینه که میگه، حالا دو تا نکته جالب داره. ترافورم کردن یعنی قابل زیست کردن، یا در اصطلاح دقیق‌تری که داره، شاید تو شماره بعدی مصاحبه در این مورد کردیم، مریخ از اونی که فکر می‌کردیم ساده‌تره. قبلاً پلن‌های خیلی متنوعی بوده که ما باید اینو ببریم، باید اونو ببریم، مقداری از این رو رشد بدیم، این کارو بکنیم که همش رو باید از کره زمین برمی‌داشتیم می‌بردیم مریخ رو قابل سکونت کنیم مثل داستانا. الان یه مقاله میگه که از اون چیزی که فکر می‌کردیم ظاهراً این کار بسیار بسیار آسون‌تره. کاری که ما نیاز داریم برای اینکه بتونیم قابل سکونت کنیم مریخ رو تو مرحله اول اینه که باید بتونیم دماشو یه خورده بیاریم بالاتر. دمای مریخ -62 درجه است به طور متوسط و در طول روز، حالا به اصطلاح که نسبت به زمین خیلی خیلی سرده و خیلی جای زمین است که هیچ وقت به همچین دمایی نمیرسه اینقدر سرد. شما بتونیم دما رو یه خورده بیاریم بالا. یکی از طرح‌ها اینه که ما بیایم ذرات خیلی ریزی رو تو جو مریخ رها کنیم که اتفاقی بیفته که تو زمین ما بهش میگیم گازهای گلخانه‌ای. اتفاق گلخانه‌ای اینه که یه چتری دور زمین رو میتونه بگیره، میگیره بدون اینکه ما بخوایم و باعث میشه حرارتی که میاد تو زمین بر نگرده به راحتی و در نتیجه زمین شروع کنه گرم شدن. میگه ما همین کارو میتونیم تو مریخ هم انجام بدیم به امید اینکه بتونیم دماش رو بیاریم بالا که در نهایت برسونیم به جایی به طور خاص که مایع
به شکل آب وجود داشته باشه یا آب به شکل مایع وجود داشته باشه و شما بتونین آب رو در فرم مایع داشته باشین. وقتی این رو داشتین، پیشبرد حیات یا حفظ حیات خیلی 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 آسون تره. میگه ما تقریبا برای این کار باید 2 میلیون تن ذره توی جو مریخ رها کنیم. اما نکتهش اینه که این مقاله خاص که از یه ایرانی هم هست، خانم سمانه انصاری، میگه که ما میتونیم بخش زیادی از این مواد رو از خود مریخ و از خاک مریخ بگیریم. در نتیجه اگه ما این پروسه رو شروع کنیم و ابزار رو ببریم، میتونیم این پروسه رو شروع کنیم و مریخ رو کم کم قابل زندگی کنیم. روش‌های قبلی این امکان رو به شما نمیدادن و بسیار 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 پرهزینه‌تر بودن. جذابیت دومش هم همین بود که یه ایرانی پی اچ دی، خانم سمانه انصاری، حتی میتونیم شماره بعدی باهاش سعی کنم مصاحبه کنیم، میتونه بامزه باشه. به هر حال همه داستان‌ها جالبه دیگه. الان پی اچ دی استودنت نوشته، ولی من میگم پی اچ دی شو دفاع کرد توی نورث وست یونیورسیتی. خلاصه اگه سوال خاصی دارین در مورد زندگی در مریخ و چیزهای مشابه، میتونین بگین که من بهش بگم که ببینم آیا قبول میکنه با ما یه مصاحبه بکنه و در این مورد حرف بزنیم یا نه. میتونه باحال بشه. آبمون داره تموم میشه، مجبورم که دکمه ها رو باز کنم، به خبرهای مرتبط هم داریم میرسیم. یه خبر بامزه‌ای هم بود که حالا خیلی واقعی بعدن گفتن نیست، پیچوندنش. اونم این بود که لاجیتک که ما به ماوسا و وبکما و اینجور چیزا میشناسیمش، مدیر عاملش چند وقت پیش گفته بود که ما داریم فکر میکنیم به اینی که یه فوراور ماوس درست کنیم، یه ماوس ابدی درست کنیم که شما یه اشتراک ماهانه بدین تا آخر عمرتون ماوس داشته باشین. معلوم نبود منظورش دقیقاً چیه، آیا یه سخت افزاری اینقدر جدی، آمیتم یه خورده بیایم این بدتر. بعدیش اینه که زاویه دوربین خراب میشه، ولی اشکال نداره. حالا معلوم نیست دقیقاً منظورش از این فوراور ماوسی که گفته چی بود، یعنی ایدهش آیا اینه که میخواد تا آخر دنیا یک ماوس فیزیکی رو هی براش آپدیت بده، یا شما یه حق اشتراک بدین دائما ماوس دریافت کنین هر وقت خراب شد، یا چنین چیزی. ولی الان خب تقریبا پس گرفت، آدم‌ها خیلی شاکی شدن که عزیزان من قدیما نرم افزارمو می‌خریدم. آفیس رو می‌خریدین دیگه، آفیس داشتین، الان این شکلی کردین که من باید حق اشتراک ماهانه بدم با آفیس دسترسی داشته باشم. یعنی حتی من که الان پول دارم فتوشاپ رو می‌خرم، ولی بعد از 2 سال فتوشاپ ندارم اگه این ماه پولشو ندم. در اصل اگر شغلمو حتی از دست بدم، ابزار کارم از دست میدم. این خیلی بحث جدی و حادی بود در این ماجرا. الان ظاهرا حالا لاجیتک داره میگه که بیاین سخت افزار رو هم این شکلی کنیم و شما حق اشتراک بدین، یه دونه ماوس اجازه داشته باشین استفاده کنین. منظور اصلیش این نبوده، منظورش این بوده که حق اشتراک بدین هی آپدیت بشه بهتر بشه. ولی ماوس من یه چیزی که اینوری اینوریش میکنم، اون کرسر اینوری اینوری میشه، نمیخوام هی بهتر بشه. شما اگه یادتون باشه در دهه 2005 اینا دیگه خیلی باب بود، کیبوردهایی داشتیم با 800 تا دگمه که 500 تا کار میکردن. الان برگشتیم ببینیم که کیبورد کیبورد دیگه، این اداها چیه، مکانیکی ولی باید بخریم، این ادای جدید. خلاصه الان اینو تقریبا پس گرفته و گفته من منظورم اصلا این نبود. قبلا گفته بود که من فکر میکنم یکی از روشهایی که ما دوست داریم بهش برسیم فوراور ماوس. الان گفته که نه، منظور ما اصلا این نبود که میخوایم حق اشتراک ماهانه ماوس بفروشیم با آدما، چون خب آدما خیلی شاکی شدن. ولی اون بحثای جانبیش جالبه که ما الان نرم افزارمون رو هم حتی دیگه صاحب نیستیم و اشتراک میخریم برای حق ماهانه استفاده از نرم افزار. احتمالاً ایدهشون اینه که با سخت افزار هم این کار رو بکنه. بیایم بریم ایران. این به نظرم بسیار بحث خوبیه و ما تشکر میکنیم از محمد جواد شکوری، مدیر عامل آپارات. اولا توی ایکس نوشته که قدیما بهش میگفتیم توییتر، نکته بامزه اینه که پزشکیان غیره هم در ایکس فعالن و فالوور جذب میکنن و نظر میدن، در حالی که برای من و شما فیلتره. ولی محمد جواد شکوری خوب نوشته. رضا قربانی توییت کرده بوده، نوشته خدمت بزرگواری بودم بحث به فیلترینگ رسید، گفتم اکوسیستم مخالف است. گفت مثلا آقای شکوری الان موافق رفع فیلتر یوتیوب است، شکوری رئیس آپاراته. گفتم اکوسیستم همراه فیلترینگ نیست. امروز یادداشت مدیر عامل بازار را دیدم که با فیلتر گوگل پلی مخالفت کرده بود، امیدوارم بقیه هم بگن. گوگل پلی مدیر عاملش بازار که میشه پلی استور ایرانی، مدیر عاملش گفته بود مخالف فیلترینگ گوگل پلی. شکوری هم اینجا جواب داده، نوشته من دقیق از روش میخونم: با آنها که باید میگفتم بارها و با استدلال صریحا گفتم، ولی برای ثبت در تاریخ اینجا هم نوشتم، فیلترینگ یوتیوب بزرگترین ضربه فرهنگی و اجتماعی به جوانها و خانواده است. اینکه تقریبا
اکثر مردم و به خصوص جوانان برای دیدن یک محتوای آموزشی مجبور به استفاده از بزرگترین دشمن امنیت اطلاعات مردم یعنی فیلتر شکن ها هستند و این مسیر به سایت های پورن که در بسیاری از کشورها کنترل شده یا ممنوعند دسترسی پیدا می کنند، علاوه بر اینکه یک ظلم عمومیه، یک تصمیم ضد فرهنگی هم هست. یه خورده جابجاش کردم، شکستش کردم. یک روزی در 14 سال پیش خلایی در بازار شناسایی کردیم و سرویس آپارات را توسعه دادیم و بابت آن سالها در دادگاه‌های کشور چرخیده ایم و میچرخیم. حکم 10 سال زندان هم دیده ایم. پس لطفا ما را با چماق تصمیمات غلط و شعارهای به ظاهر مدافع فرهنگی خود نکنید. نگین که چون آپارات چی میشه پس اگه فیلتر رو بردارن. من همینجا از هر بزرگواری که وزیر ارتباطات دولت جدید میشود خواهش میکنم اولین کارش رفع فیلتر یوتیوب باشد. حالا قبلا که میگفتیم چرا اینجوریه، میگفتن اصلا دولت فیلترینگ دسترسی نداره، یکی دیگه است. حالا امیدواریم که وزیر بعدی دسترسی داشته باشه. گفته ساترا و دیگر نهادهای ممیزی کشور هم که خودشان را به خواب زدن شاید یک روز از خواب بیدار شد. خیلی ممنونیم از شکوری که با اینکه مدیر عامل چیزیه که احتمالاً اگر یوتیوب بیاد به ضررش تموم میشه، قبول کرده که سانسور نوندونیش نباشه. اگر یه دوستی چند وقت پیش توییت کرد، دوست که دیگه در این مورد نمیتونیم بگیم، من دوست عمومی میگم، یه دوستی توییت کرده بود که میدونین اگر یوتیوب رفع فیلتر بشه چند ده سال تولید محتوا در ایران بدبخت میشه و دیگه پول در نمیاره. پول در نیاره. اگر شما پولتون از این در میاد که بقیه دسترسی نداشته باشن، بقیه سانسور بشن، هیچکی نتونه کار کنه و غیره و غیره، اون پولو در نیارین سنگین ترین. دوستش تولید محتوا نیست. اگه تنها دلیلی که مردم محتوای شما رو میبینن اینه که دسترسی به محتوای اوریجینال ندارن، خب بهتره محتوای شما رو نبینن، بذار اوریجینال رو ببینن. خلاصه نوندونی نباشین. وقتی میگیم کاسب تحریم، یه بخشش همینه. اگر یه چیزی فیلتره و شما کاسبین، شما کاسب فیلترین. خلاصه نرین به اون سمت. خوشحالیم که مدیر عامل های معقولی داریم که در این مورد ها حرف های بسیار معقولی میزنن و حاضرن که ضرر مالی یا ضرر بیزنسی داشته باشن در یک سطحی، ولی با فیلترینگ پیش نرن. اینم توضیح بدم، اتفاقا مثل اینکه شما بگین که ایران خودرو سوددهی مثلا فنی داره چون که واردات ممنوعه. در واقع وقتی واردات ممنوعه شما رقابت ندارین، وقتی یوتیوب نیست، وقتی توییتر نیست، وقتی غیره و غیره نیست و شما یه سرویس زوری رو میکنید تو پاچه مردم، شما اتفاقاً بی سواد، ناتوان و غیره هم میمونید. شما باید بتونید در لول جهانی رقابت کنید. یکی مثل جواد شکوری، محمد جواد، این رو میفهمه که اتفاقاً اگر میخواد رشد کنه باید تو آزادی رشد کنه، نه توی سرکوب بقیه. بله. این هفته بلک هات هم بود. بلک هت تقریبا، حالا خفن ترین من نمیخوام بگم، من دفکان رو ترجیح میدم به بلک هت. بلک هت و دفکان کنفرانس ها گرده همایای هکری مهم دنیان. بلک هت این هفته بود. چیزی که خیلی دقیق من بخونده باشم که خیلی به نظرم باحال باشه بخوام بگم، توش ندیدم. تو لاس وگاس بلک هت هم و نکته بامزه‌اش که همه خیلی توجه کردن، غرفه کراود استرایک بوده که تو شماره قبلی و قبلیش بود. کراود استرایک یادتونه 19 جولای یه گند بزرگی زد، یه آپدیت فرستاد که حالا خیلی معتقدن مستقیم تقصیر کلاود استرایک بود، بعضیا میگن مشکل زیر ویندوزیه که اجازه میده تو این لول شما کرنل رو انگول کنین و غیره و غیره، ولی در نهایت یک آپدیت کلاود استرایک باعث شد که هر کامپیوتری که از کلاینت های در واقع از ایجنت های کلاود استرایک استفاده میکرد داون بشه، بلو اسکرین بده، و این شامل حجم عظیمی از شرکت های دنیا بود مثل هواپیما یا غیره و غیره، و همشون بلو اسکرین دادن، تعطیل کردن و بقیه چیزها. حالا بلک هات و همه فکر می‌کردن کلاود استرایک بدبخت میشه، سرصداش در نمیاد، قایم میشه، در حالی که یکی از بزرگترین غرفه ها رو گرفته و چیکار میکنه برای مشکلش؟ چیزای مجانی میده. مستقیما یکیشون گفته که ما اینجاییم که به شما چیزای مجانی بدیم و دیولپرها خوشحالن. واقعا هم باید خوشحال باشن، اشتباه تو آی تی پیش میاد، خنده داره، مسخره است، بهش میخندیم، ولی وقتی یه تیشرت رایگان میدن میگیریم. اگه کلاود استرایک، اگه بر اساس سانسور و غیره و غیره بود نمیگرفتیم، ولی یه شرکت یه سوتی داده، هم خندیدیم بهش، به مایکروسافت و ویندوز هم خندیدیم. این اشکال برای ویندوز هم میتونه، لینوکس هم میتونه پیش بره، بگیر فنی یعنی خودمون باشه، به کسی نگین. ولی وقتی که کنفرانس رو داره آدما صف میکشن، به خصوص الان داشتن تیشرتش خب خیلی فانه، چون خیلی 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 شرکت مشهوریه. یه کار بامزه هم نوشته که تو رادیو دیگه نگفته بودیم، ولی دیگه داستانشون طولانی میشه الان میگیم. اونم $10 اوبر ایتس گیفت کارت داده بود. اوبر ایتس یه چیزی شبیه اسنپ فود دقیقاً، یا اسنپ فود شاید شبیه اوبر گیفته، نمیدونم، اوبر ایت.
به شما گفته بود که هر سیستم ادمینی که درگیر این ماجرا بود میتونه از 10 دلار قضا استفاده کنه که ما بهش دلیوری میکنیم تا میخواد این مشکل رو حل کنه. و نکته خیلی بدش این بود که تا اینو داد اوبر بلاک کرد و گفت اینا تقلبیه و فراوده و کلاهبرداری شده و غیره و غیره و آدما نمیتونن با این سفارش بدن. دلیلش هم البته این بود که خب یه کدی درست شده بود و یهو چند ده هزار نفر با اون کد خرید کرده بودن. اوبر گفت حتما هک شد. خلاصه الان اکشن فیگر میده که اکشن فیگرهای خیلی خیلی قشنگی هم هستش. اگر ویدیو رو نگاه میکنین یه عکسشو بهتون نشون میدم، خیلی مخوفیه و شبیه اکشن فیگر دیگه، ولی خب خیلی ظاهر مخوفی داره. از چیزای مشهور سکیوریتی تو دنیا و همچنین تیشرت. آدم هم الان حال میکنن دیگه، خنده داره اگر شما تیشرت کلاود استرایک داشته باشین احتمالا سر صحبت باز میشه. بیایم بریم آخرین خبر. واقعا گرمه. آخرین خبرمون در مورد قهرمانای المپیکه و این داستان بامزه که دارن میرن عضو اونلی فنز میشن برای درآمدزایی. همه دوستان درآمد داشته باشن این روزها، چرا که نه. خبر از پاریسه و قهرمانای المپیک و اینی که خب اینا خیلی هاشون درآمد دائمی طولانی از قهرمانیشون ندارن. طرف قهرمان شیرجه است، اوکی، دو دوره شرکت میکنه، دو تا برنز میگیره، دو تا مدال میگیره، بعد میره کشورش مربی میشه و یه چیز جنرالی داره. اونلی فنز هم میشناسین یا نمیشناسین؟ یه سایتیه که شما ایدهش خیلی بامزه بود دیگه، گفتش این همه پورنوگرافی در دنیا هست، ما میایم یه چیز درست میکنیم که شما بدون پول دادن هیچی نتونیم ببینیم. باید بریم پول بدین، یک آدم رو فالو کنین و اون پول هم آدم مشخص میکنه. مثلا من به عنوان جادی میگم من دارم عکسای اکسپلیسیت هم رو اگه بقیه دکمه باز کنم میذارم اونجا و 10 دلار میگیرم در ماه و شما میتونین عکسای منو ببینین. هفته‌ای هم یه عکس میذارم به رادیو گیک نوت مثلا. نوت حالا اصطلاح خوبی نبود. رادیو گیک شماره 90 رو با تو اونلی فنز منتشر میکنه. بعدش شما مثلا ما 10 دلار میدیم به محتوای من، یک نفر دسترسی دارین. خیلی گرونه، ولی خب آدما ظاهرا به یه دلیلی که من نمیفهممش دوست دارن این کارو بکنن که یه آدم خاصی رو دنبال کنن. قبلا نکات خنده‌داری بود، مثلا یارو میومد آموزش میذاشت توش، میگفت خب نگاه کنید اینجا آموزش منو ببین. الان خبر بامزه این بود که قهرمان‌های المپیک دارن بیشتر و بیشتر اکانت اونلی فنز باز میکنن، عضویت میگیرن و عکساشون رو میذارن اون تو. خیلی وقتا هم عکساشون اصلا عکسای نود به خصوصی نیستش. مثلا آقای لافر، جک لافر که بریتانیاییه و نفر سوم شیرجه از تخته نمام چی شده، اینا اسمای تخصصیه، یه اکانت داره، ماهی 10 دلار میتونین عضو بشین و عکسهای سیف فور ورکشو میذاره. یعنی نات سیف فور ورک نیست NSFW، نات سیف فور ورک NSFW نیست، سیف فور ورک. هیچ عکس لخت به معنی پورنوگرافیکی نداره، عکسای ورزشیشو میذاره احتمالا با مایو و غیره و غیره. ولی 10 دلار شما در ماه میتونین شارژ کنین، شما رو شارژ میکنه که این عکس‌ها رو نگاه کنین و خودش میگه این کار درآمد بیشتری داره از کارهای المپیکی، مربیگری و غیره، و در عین حال من میتونم فاند کنم کاری که میکنم رو. نکته بانمکش اینه که اینترنشنال المپیک کمیته، کمیته بین‌المللی المپیک، هیچ اشکالی در این مورد ندیده. از سخنگوش پرسیدن، اونم گفته که من تصور میکنم که قهرمان ها مثل هر شهروند دیگه ای، مثل هر آدم دیگه رو در کشور درستابی حق داره کاری که دوست داره رو بکنه. به ما چه بگیم نه قهرمان المپیک نمیتونه این کارو بکنه. این دوستمون که گفتم هم آقای لافر عکسای در واقع برهنه کامل هم نمیذاره، عکسای مدل ورزشیش رو میذاره، در حال شنا میذاره و غیره و غیره. و نکته جالبش اینه که عکس آخرش 1400 تا لایک داشته، یعنی حداقل 1400 نفر فالوش میکنن که مطمئنن میدونن این فالو خیلی بیشتر از لایکه و 10 دلار هم اکانتشه. یعنی مینیمم 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 ممکن 14000 دلار در ماه از اون اکانتش درآمد داره که خب خیلی هم فانه. آدمای دیگه هم هستن، مثلا آلیشا نیومن از کانادا، خیلی هاشون شناگرن، ژیمناستن که خب هیکلای خیلی خاص‌تری ظاهرا دارن. تیمو بارتل از آلمان، یکی از نیوزلند، قایق پارویی، پاروزن، روئر. دیگو بلزا ایسایسو از مکزیک و همچنین ماتو مای چام که با مزه شونه که خیلی هاشون از استرالیا. و نکته خیلی با مزه شونه که خیلی هاشون در واقع مردن تو این طبقه بندی که به نظر از اسم ها میاد این روزها. و این مدلی هم نفر آخرم که گفتم خیلی با مزه است، ماتو میگه که اولین نفری که آفیشیالی گیه و جایزه مدال برده. ولی نکتهش جالبه، میگه من به نظرم بدن من خیلی چیز
فوق‌العاده و کالای فوق‌العاده که مردم دوست دارن ببیننش، و به این دلیل که افراد کمی خیلی تو دنیا هستن که 6 ساعت در روز حرفه‌ای ورزش به نیت قهرمانی بکنن، نه فقط هیکل درست کردن. 6 روز در هفته روزی 6 ساعت من دارم تمرین میکنم، خب چرا عکس نذارم و مردم پول بدن این تمرین‌ها رو، بدن و و غیره رو نگاه کنن. خلاصه ماجرای جالبی از دنیای جدیدیه که داریم ظاهراً واردش میشیم. این بود خبرهامون توی تبریکا و تقبیحا. بدتر شدن اینترنت در ایران رو همه دارن میگن که وضعشون بدتر شده. من میام اینجا سایه داره راه میره، منم خودم میایم با سایه، همه یخامونم آب شده و خوشبختانه رادیو داره به آخرهاش میرسه. آره، بدتر شدن اینترنت تو ایران رو داشتیم. وزرای جدید معرفی شدن که چنگی به دل نمیزدن، من دقیق بررسی نکردم، ولی ریویوهایی که دیدم این بوده که خیلی جذاب نبوده، به خصوص که خیلی از آدمها که میگفتن بریم رأی بدیم استدلال اصلیشون این بود که یه وزارتهایی مثل وزارت آموزش پرورش خیلی مهمه، این که وزیرش کی باشه فرق میکنه، ولی به نظر میاد که مسیر تا اینجا هیجان انگیزی طی نشد. سامی و یه دوست دیگه که متأسفانه نیوردم، واقعا ازت ببخشید، شخصیت معذرت میخوام، اینجوری حداقل چیز کنم، گفتن که 15 مرداد گفته بودی وسط ساله، وسط سال نیست، وسط تابستونه. راست میگی، کپتن اشتباه میکنه. توی حمایت ها قهوه رونی رو داشتیم، آرش 256,000 تومان داده بود که خیلی بامزه بود، 256 ضریب بود. و پتریان های جدیدمون هم نیما فروغی، محمد رضا عباسیان، رامتین بزرگ و بابک محمودی زاده که از اون پتریان خیلی سنگینا برداشته. تشکر میکنیم از همتون. پتریان ها بیشترین چیزی هن که رادیو رو پیش میبرن و منو و بقیه چیزا رو علکی گفتم، بینندگان اصلی اونا از پتریان هم بسیار ممنونم، اونا باعث میشن که من واقعا پول پتریان رو میذارم برای چنین سفرهایی و کافی ها رو، ولی این روحیه میده و بقیه چیزها احتمالا موثرن بسیار زیاد در طول. برای من پتریان ها شبیه اینن که شما اگر از جادی چیزی یاد گرفتین، احساس کردین با جادی رشد کردین، دید پیدا کردین یا هر چیزی، و الان حقوق دائمی ماهیانه خارجی میگیرین، خیلی خوبه که بگین $3، $5، $10 در ماهش رو پتریون میشین برای جادی. patreon.com/jadijadi رو پیدا میکنین. ولی واقعیت امر اینه که من این کارو دوست دارم و هر وقت شیوهی برای ابراز بوده من توش بودم. چون شما گوش میدین. مرسی ازتون. میریم سراغ پیام ها. جادی جون 24 مرداد تولد همسر عزیزم نیلوفره، مبارک باشه نیلوفر، بهترین ها رو برات آرزو میکنه مجید. ما از طرفدارای پروپا قرص رادیو گیک هستیم، رادیو جادی هستیم، اینا میگن رادیو جادی، من میگم رادیو گیک. ممنونم که با تمام کم لطفی که بهت میشه همچنان هستی. هیچ کم لطفی به من نمیشه، اونها رو ول کنین، شما مهمین. ارادتمند مجید کورانی. شایان گفته میخوام از طرف من به مخاطبات، مخصوصا دوست خوبم محمد که به زودی زندگی جدیدی توی اتریش شروع میکنه، من 2 هفته پیش اتریش بودم، حالا بگو 2 ماه پیش، و قراره تنها به مسیر ادامه بدیم که دیگه شونه هامون کنارم تو خیابون ها نیست، و این برای من که بعد از 6 سال دوستم ازم دور میشه خیلی سخته. خودتون فهمیدین چی گفتین، این مهمه، من بعد میخونم. ما مجموعه‌ای از رشته کد هاییم که توسط دی ان ای هامون نوشته شدیم، درسته؟ اینو نوشته که به دوست شایان بگیم. شایان بود محمد، ببخشید. آره، هر برنامه‌ای تا دلتون بخواد باگ داره. با آدم‌های باگذشت دوستی کنین که اگر باگی باعث فاجعه‌ای شد ببخشه شما رو و با همون باگو فیکس کنین. فکر کنم یه باگی داده و گفته این منو فیکس کن. سالها برام این سوال بود که رفیق خوب چه جور رفیقیه، کسی که هر موقع خواستی بیاد همیشه منافعت رو تامین کنه. چی واقعا رفیق خوب چیه؟ امروز فهمیدم مجموعه‌ای که از خطاها و جواب‌ها هستیم و رفیق‌های خوب آدم‌هایی هستن که همیشه گذشت می‌کنن و کنارت میمونن. زهره یه توضیح خودم هم بدم، این که درسته ما واقعا یه سری کد هستیم که حالا یه سریش دی ان ای، یه سریش جامعه هست، یه سری یادگیریه و بقیه چیزها. برای من بیشترین چیز رفیق خوبونیه که کنارش لازمی سنگر بندی کنم، احساس نمی کنم لازم من از این حفظ کنم، اینو بهش نگم، اینجا منیپولیتش کنم، اینجا انگولکش کنم، اینجا اینجوری فکر کنه بهتره. با 100% شفافم، اون هم شفافیتش به من جواب میده. زهره گفته 23 مرداد تولد دوست خوبم علیه که عاشق برنامه‌های شماست. علی 34 ساله میشه و برنامه نویس، از بچگی عاشق برنامه نویسی بوده، الان هم کارش تو همین زمین است. میدونم که دوستش از زبون شما تبریک تولدی، تولد مبارک باشه علی از طرف جادی و زهره، و برای همین شما لطف کنین، لطفی نیست، و بهش تبریک بگین و بگین که من خیلی دوستش دارم. تولد تنازم رو تبریک میگم، تناز من نیناز، دانشجوی نرم افزاره و دارم کمکش میکنم برنامه نویسی یاد بگیره، به شدت هم با استعداده. نگفتم که ولی اگه تنازی هستی که کمکت میکنه و خیلی با استعدادی، تولدت مبارک، من دارم چیک چیک عرق میریزم
تو بلک. از طرف آرتین تولد دوستم رو تبریک بگو لطفاً. 20 ساله که داره با انحصار میجنگه، آفرین، و دنیا رو جای بهتری کرده دیگه. چی میخوایم؟ 9 آگست 19 مرداد تولدشه. اوپن استریت مپ، تولدت مبارک باشه. با اوپن استریت مپ بود، ما تشکر میکنیم از همه بچه‌ای که تو اوپن استریت مپ تلاش میکنن. تولد 20 سالگیش بود، واقعا شاید خودم یادم رفته بود، شاید هم دلیلی که ننوشته بودم این بود که این ایمیل رو دیده بودم اون موقع نفهمیده بودم. آره، از طرف آرتین، رسانه نرم افزار آزاد. اوپن استریت مپ رقیبیه برای رقیب، نه به معنی که باهاش میجنگه، چیزی که درست شده که اگر شما گوگل دسترسی نداشتین، نمیخواستین اکانت داشته باشین، یه اپلیکیشنی داشتین که میخواست به در نقشه آزاد دسترسی داشته باشه بتونه، اوپن استریت مپ درست شد و با مشارکت مردم و به خصوص ایرانیا خیلی 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 پیشرفت کرد. بچهای خیلی خوبی هم تو ایران براش فعالن، از همشون تشکر میکنیم، مرسی از همتون. باربوت احتمالاً BRBD بود اکانتش. میخوام تولد دنیز رو تبریک بگم، 26 مرداد 18 ساله میشه، تازه کنکور داده. من تو و رادیوی فوق‌العاده‌ات رو بهش معرفی کردم تا بتونه جرقه‌ای برای ورود به دنیای متفاوتی براش باشه، دنیای فناوری، برنامه‌نویسی و مهمتر از هر چیز آزاد بودن و آزاد اندیشیدن. آزاد فکر کنین. من فکر کنم تا این رادیو منتشر میشه برگشتم ایران. امیدوارم دور هم خوب و خندون باشیم، بخندیم، اونجا خنده ارزشمنده. جادی بودم.